به ادامه خبرها توجه فرمایید. در واکنش سریع به مقابل جویی رژیم آخوندی مبنی بر ادامه غنی‌سازی اورانیوم، اتحادیه اروپا بر لزوم توقف غنی‌سازی اورانیوم تاکید کرد و گفت رژیم ایران باید نگرانی جامعه بین المللی را برطرف سازد. سخنگوی کاترین اشتون نماینده عالی اتحادیه اروپا تصریح کرد رژیم ایران باید به نگرانی مهم فوری که غنی‌سازی 20% اورانیوم است با برداشتن گام جامع و اعتمادساز پاسخ دهد. به گزارش رویتر، مارک فیتزپاتریک، کارشناس اتمی در مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک گفت این موضع رژیم ایران علامت خوبی برای موفقیت دور بعدی مذاکرات نیست، زیرا در آن مذاکرات از رژیم ایران خواسته خواهد شد غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند و این فقط یکی از گام‌هایی است که این رژیم باید بردارد. رویتر افزود شش قدرت جهانی در گروه 5 به علاوه 1 از رژیم ایران می‌خواهند که تأسیسات اتمی زیرزمینی فردو در نزدیکی قم را نیز تعطیل کند. عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی رژیم روز گذشته به رسانه‌های حکومتی گفت با توجه به بیانیه‌ای که نمایندگان 5 به علاوه 1 در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرائت کردند، ظاهراً تغییری در مواضع قبلیشان نسبت به جمهوری اسلامی دیده نمی‌شود. به افسود غنی‌سازی 20% موضوعی نیست که غربی‌ها موافق آن باشند یا مخالف و یا در قبال آن قصد موضع‌گیری داشته باشند. ما هرگز به خاطر خواست دیگران از این حق عقب نشینی نخواهیم کرد. رویاروی خامنه‌ای و رفسنجانی در رأس حاکمیت آخوندی و ماجرای دستگیری و آزادی اخیر پسر رفسنجانی به قید کفالت، باندهای رژیم در مجلس آخوندی را به جان هم انداخته است. در همین رابطه علی مطهری از نمایندگان مجلس ارتجا، آخوند رسایی از مهره‌های خامنه‌ای را به خاطر اظهاراتش علیه رفسنجانی مورد حمله قرار داد و ضمن کنایه به خامنه‌ای، رفسنجانی را هم ردیف رهبر نظام توصیف کرد. وی در سخنان خود خطاب به خبرنگاران در مقابل مجلس رژیم گفت نطق رسایی بسیار تند بود و در این نطق مطالب بسیار سخیفی بیان شد. این سخنان در مغایرت با تأکیدات رهبری مبنی بر حفظ حرمت رؤسای قوا و مقامات کشور بود. مطهری افزود هرچند که تشخیص توهین بودن و یا نبودن نطق‌ها بر عهده هیئت رئیسه است، ولی به نظر بنده نطق رسایی توهین بسیار روشنی علیه هاشمی بود. وی به شخص هاشمی و مهدی هاشمی توهین زیادی کرد. علی مطهری با لحن نیشداری به خامنه‌ای اضافه کرد آقای هاشمی در میان شخصیت‌های سیاسی نظام جایگاه دوم و از نظر سابقه حضور در انقلاب هم ردیف مقام رهبری است. کیهان ارگان ولی فقیه رژیم در سرمقاله خود با عنوان سیاست از کجا پیچیده و پرهزینه می شود، باندهای رژیم را از رقابت در انتخابات برحذر داشت و به آنها هشدار داد مردم هرگز شعله جنگ خود را با رژیم پایین نمی کشند. کیهان آخوندی افسود نامزدهای انتخابات می آیند و می روند، اما این مسئله اهمیت دارد که جبهه وفاداران و حاملان انقلاب به کدام استراتژی کلان و پایدار برای قبل و بعد از انتخابات رسیده باشند. در این استراتژی سیاسی انتخاباتی مهم نیست که این جبهه چند ضلعی است و اضلاع آن چندند، مهمتر تنازل و تواضع آنها در نسبت با هم برای تمرکز حول نقطه ثقل و ثبات و اقتدار حاکمیت ولایت و رهبری است. ارگان ولی فقیه با دهن زدن به باندهای خامنه‌ای می نویسد
صرف نظر از اینکه مصلحت روز انتخاب معرفی یک یا چند نامزد در این جبهه باشد، این جبهه را باید از وسوسه و رخنه و ابهام مسون داشت. مسابقه انتخابات با همه اهمیت در متن یک جنگ بزرگ برگزار می شود و دشمن هرگز شعله این جنگ را پایین نمی کشد. به ویژه اگر ما بیش از حد سرگرم مسابقه و زورآزمایی انتخاباتی باشیم. در ادامه جنگ و جدال‌های درونی رژیم آخوندی برای چپاول دارایی‌های مردم، حبیبی دبیر کل حزب مؤتلفه در پاسخ به حرف‌های پاسدار احمدی نژاد که گفته بود پول کشور دست 300 نفر است گفت: مدیران بانکی که منصوب دولت هستند متهم ردیف اول پرونده معوقات بانکی هستند، زیرا از مشتریان بدحساب و کسانی که به قول رئیس جمهور پول کشور را گرفتند و پس نمی‌دهند شکایت نمی‌کنند. توپ در این مورد در زمین دولت است. چرا رئیس جمهور درباره مهمترین مسائل مربوط به مردم به فرافکنی روی می‌آورد؟ این مسئله است که باید به افکار عمومی پاسخ دهد. رئیس جمهور باید قبول کند که این اتفاقات در حوزه مدیریتی ایشان واقع شده است.